موضوع کنترل سگ‌های بلاصاحب یکی از موضوعات جدی استان کرمان به شمار می‌رود. موضوعی که مدیریت آن نه تنها در کرمان بلکه در کل کشور همواره چالش‌های زیادی داشته است. دکتر حسین رشیدی مدیر کل دامپزشکی استان کرمان می‌گوید متولی جمع‌آوری و کنترل سگ‌های بلاصاحب شهرداری است، اما برنامه رهاسازی و عقیم‌سازی موفق نبوده است. این برنامه هنوز به طور موفق توسط شهرداری‌ها انجام نشده که بیان عقیم سازی بکنن و رهاسازی انجام بشه که یک کلونی سگی که اطراف مثلا شهر کرمان وجود داره اینا جمعیتش ثابت باقی بمونه و افزایش پیدا نکنه. صدیق کاظمی‌نیا معاونت سلامت اداره کل دامپزشکی نیز میگوید مراکز نتوانستند حجم قابل قبولی از سگ‌ها را ساماندهی کنند. و متاسفانه هنوز مشکلات در بعضی از محلات باقی هستش و نیاز هست که در واقع شهرداری و استانداری در این خصوص یک تصمیم جدی و یک عزم جدی داشته باشن. ما هم در زمینه واکسیناسیونشون، عقیم سازیشون، درمانشون در خدمت هستیم، هم در بخش دولتی هم در بخش خصوصی. او میگوید تمام سگ‌های مراکز نگهداری تحت پوشش عقیم‌سازی و واکسن هاری هستند که البته باید دید این موضوع در عمل اتفاق می‌افتد یا نه. شرایط نگهداری تخم مرغ یکی دیگر از مباحثی است که مدیر کل دامپزشکی استان به آن اشاره می‌کند. دکتر رشیدی میگوید تخم مرغ‌های مرکز عرضه حتما باید در شرایط یخچال نگهداری شود و حمل و نقل آن نیز باید با ماشین‌های یخچالدار باشد. حمزه سلمانی، کرمان. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.